خانم دکتر، میخوام از یه دید دیگه ای هم به این قضیه نگاه کنیم، ولی باز دوباره برمیگردیم رو همین لاینی که الان شما هستید. دید دیگه ای که وجود داره این هستش که بسیاری آدم ها عادت کردن که رفتارهای صمیمانه داشته باشن، با هر کسی آشنا که میشن خیلی خونگرمانه و صمیمانه برخورد میکنن و این رفتار خونگرمانه حالا یا صمیمانه میتونه دو نوع اشتباه پیش بیاره. یک، برای همون شخصی که در مقابل این فرد قرار گرفته که پیش خودش یه آن فکر کنه که نکنه این آدم این صمیمیت یا این نوع رفتارش مفهوم دیگه ای هم پشت پرده شاید باشه، و بعد اینکه اگر این رفتار صمیمانه پیش همسر شخص باشه یا اینکه دوست پسر حالا یا دوست دختر، اونجاست که باز هم دردسر ساز میشه. اینو شما چجوری میبینید تا بخوام بعد سوال بعدی رو مطرح کنم؟ این رفتارهای صمیمانه باید در چی مشخص میکنه؟ یه رفتار صمیمانه است اون چیزی رو که فردا شما فکر بکنید در اون جامعه همه اگری کردن، قبول کردن که صمیمانه است. مثلا یه جا ما میریم که بغل کردن صمیمانه نیست. یا ماچ کردن دو طرف صمیمانه نیست، اصلا احتیاجی نیست. درست. میرین شما مملکتی که فقط دست میدن، یا مثلا در شرایط مثلا شما مهمونی برین ممکنه حتی کسی هم نشناسین، این جلوتر ماچش بکنین، ولی وقتی که سر کار هستیم یک قوانین دیگه وجود داره برای صمیمانه بودن در محل کار تا در محل خانوادگی و خونه و معاشرتی. درسته. قوانین اجتماعی هست که به نظر من ماها کلن با اون جلو میریم، چه دلمون بخواد چه نخواد. به خاطر همین وقتی روابط صمیمانه رو میسنجیم باید بسنجیم به اون فرهنگی که در حقیقت داریم توش زندگی میکنیم و چی طبیعیه چی نیست. بله. در اون شرایط فرضاً اگر ما گروهی هستیم که از ایران اومدیم با یک روابط دیگه و یک شرایط به خصوصی و اومدیم فرضاً در امریکا و شرایط به خصوص دیگه هست، در این شرایط ما میتونیم تغییر پیدا بکنیم. درسته. یا اینی که ممکنه که من سر کار نمیرم و نمیدونم چه جوریه، ولی همسرم کسیه که سر کار میره و 8 ساعت وقتش رو داره با یک خانم دیگه و خیلی از خانم های دیگه اونجا سر میکنه. درسته. در نتیجه وقتی یک نفر 8 ساعت از وقتش رو مکررن با بانوان دیگه هم داره سر میکنه، خب مشخصا یک رابطه صمیمانه ای به وجود میاد اونجا. بله. من شاید با این آشنا نباشم، برای اینکه من همسرم رو فقط در خانواده خودم و اون دیدم. درسته. همیشه در کنار اون بودم وقتی که به خانم ها رو میشناختم. بله. حالا یک دفعه میبینم که همسر من با مثلا تو خیابون با خانومی که با همکارش هست داره سلام علیک میکنه، ماچ میکنه، حتی بغلش هم میکنه و خیلی هم شیرین و راحت دارن حرف میزنن، ممکنه که خانم عصبانی بشه، ناراحت بشه، در حالی که اون رابطه ممکنه خیلی طبیعی باشه. وقتی که من 3 سال با یه خانم دیگه 8 ساعت کار کردم. بله. مشخصا این 3 سال یک صمیمیتی رو به وجود آورده. اینجاست که میبینیم که آیا اون رفتاری که در اتفاق میفته گویا و حقیقیه برای اون واقعی که در اتفاق میفته. مثلا این مثالی که زدم خب میخوره، ولی اگر مثلا همسر من یک خانومی رو فقط در یک مهمونی برای اولین بار دیده باشه و رفتارهای خیلی خیلی صمیمانه ای از خودش سر بزنه که الزاماً نه در فرهنگ ما هست نه در شرایط گوناگون دیگه اون مهمونی هست، یا کسی دیگه هم با کسی این مدلی برخورد نمیکنه، خب اون زمان این مدل رفتار یک کمی تو چشم میخوره، خودش رو بیشتر نشون میده و اونجاست که بعضی موقعا میبینین علامت سوال به وجود میاره برای اشخاص. درسته. این مورد دیگر هم میخواستم تو این بگم که خیلی آگاه بهش نیستن که خب من اینو توی دفتر خودم با اشخاص وقتی صحبت میکنیم خیلی بیشتر میبینم. خب. خیلی از اشخاصی که در کودکی خودشون، بله، یا خیلی سریع به روابط جنسی رسیدن. درسته. خیلی کوچیک بودن وقتی که به هر دلیلی روابط جنسی رو شروع کردن. خب. یا کسانی بودن که آزار و اذیت جنسی دیدن. سن. یا کسانی بودن که با به وسیله، حالا اسمش هم نمیشد آزار گذاشت، به خاطر اینکه به وسیله کسی که بزرگتر از خودشون بوده به تجربه های سکسی دست پیدا کردن که حالت طبیعی دوست دختر دوست پسر نبوده. صحیح. هم ممکنه کسی 7 سالش بوده، 6 سالش بوده، 10 سالش بوده، همسایه ممکنه مثلا 15-16 سالش بوده،
اومده و یک رابطه جنسی رو، حالا جنسی ممکنه فقط لمس کردن باشه، ولی از اون حالت انرژی سکشوالیتی با خود شروع کرده کار کردن. خیلی از اشخاصی که در کودکی هم این تجربیات رو داشتن، بله، میبینین که ناخودآگاه رفتار صمیمیشون یه ذره اون حال و هوا و عشوه‌گری حالتهای سکسی هم توش هست. حالا چه مرد چه زن، درسته، و اینو انقدر ملکه وجودشون شده که طرف متوجه نیست، اصلا آگاه به این نیست که اگر داره با یه کسی دیگه داره برخورد میکنه، بله، یک لایه ای از لاس زدن و عشوه‌گری توش وجود داره. یعنی این لاس زدن و عشوه‌گری که الان شما اشاره کردین به نوعی در وجود این فرد نهفته است و جزء اخلاق و رفتارشه. دقیقا. و بعد وقتی که آدم های مختلف هی به این شروع میکنن به طرفش اومدن، خب فکر میکنه که من که کاری نمیکنم، اونان هی دارن میان طرف من. آها. و بعد بعضی موقع ها توی دفتر ما مراجعه نگاه میکنیم که خب شما چی کار میکنیم؟ میگه من اصلا نیتی ندارم، ولی من با هر کسی که میرم رفت آمد میکنم به فاصله خیلی کوتاه اونها به من جذب میشن و شروع میکنن به نوع دیگه ای با من برخورد کردن. درست. اونجاست که بعد لایه های ناخودآگاه این شخص رو نگاه میکنیم که آیا با اینی که عملا خودآگاهانه این شخص نگاهی نمیکنه به اینی که من نیت داشتم که با این شخص لاس بزنم یا حتی به رابطه مدل جنسی برسه، ولی خب یه چیزی در من وجود داره که این رو مکررن در این فضایی که من هستم با یک جنس مخالفم عملا یه پدیده‌ایه که به وجود میاره. صحیح. معمولا اشخاص روی این مسئله مسئولیت نمیگیرن. آها. ولی وقتی ما میبینیم که یک پترنیه، که یک الگوی رفتاریه که مکررن داره این نتیجه رو به دست ما میده، خب نمیتونیم انکار بکنیم که منم درش یه کاری دارم. خیلی موقع ها در روابط ازدواج ها میبینیم این مسئله داره اتفاق میفته. حالا یه ذره اینجا نگه دارید خانم دکتر، ولی الزاماً کسانی که حالا به نوعی رفتارهای صمیمانه تر، شادتر و گاهی اوقات همراه با حالا عشوه یا به نوعی اصطلاح لاسیدن رو بهش اطلاق میکنیم، این نوع رفتارها که الزاماً مبنی بر این نیستش که این فرد در کودکی داستانی داشته، اگر ناخودآگاه باشه. اگر ناخودآگاه باشه میشه به هر حال باید بیاد سراغ شما خلاصه اون موقع. میکنی. باید بیاد به کلینیک شما زنگ بزنه، اون موقع باید بیاد سراغ شما ببینید داستان چیه. ولی اون کسی که خب میدونه و مخصوصا میگه آره من به یادم جذب شدم، آها، خب بعدم هم نمیاد کلاس بزنم، حالا ممکنه که همسری هم دارم، ولی خب این لحظه از این حالتی که اتفاق افتاده و این حس میکنم یکی هم از من خوشش میاد، این اصلا غرورم خب بالا میره دیگه، طرف لذت میبره، هر چیزی هر تو این شرایط یه کمی ادامه میدم که فقط از این جریان لذت ببرم، حالا ممکنم هست نخوام اضافه بکنم، نخواهم که رابطه جنبی و کناری هم از این به وجود بیارم، من خوب لذت میبرم. مثلا من مراجعینی دارم که خواهش میکنم در مورد مراجعین از دید خانوم و از دید آقا جداگونه بفرمایید.